مردمانی که با وجود برخوردهای سیستماتیک حاکمان سرزمینشون همچنان در زیر فشارهای سیاسی و اجتماعی تمام قد ایستادند. اویغورهایی که مسلمان خونده میشن ولی کمتر کشور مسلمانی حاضر شده به سرکوب اونها واکنش نشون بده. کسانی که در این کتاب دیوید آیک از نسل مردمانی از سرزمین افسانه ی لموریا خونده میشن. کسانی که با دانشی پیشرفته از سرزمین مادری در حال نابودی خود خارج شدند و تمدن‌های بزرگ رو در سرزمین‌های همسایه بنیان گذاشتند. دیوید آیک در بخشی از روایت‌های خودش در این کتاب درباره دوره‌ای کهن صحبت می‌کنه که در اون حکومتی جهانی به مرکزیت تمدن‌های لموریا و آتلانتیس بر زمین حاکم بود. دوره‌ای که در اون موجودات غیر زمینی در بین انسان‌های بومی زمین حضور داشتند و حتی با آنها ازدواج می‌کردند و صاحب فرزندانی دورگه می‌شدند. در این دوره پیشرفت دانش و فناوری به حدی رسیده بود که نیازهای بشر بدون اینکه نیازی به کار کردن داشته باشه برآورده میشد و به باور آیک نشانه‌های چنین شرایطی رو میشه در افسانه‌های مربوط به عصر طلایی پیدا کرد. اون حتی باور داره که رد این دوره رو میشه در روایت کتاب‌های مقدس از زندگی آدم و حوا در باغ عدن هم پیدا کرد، زمانی که اونها در آرامش و به خوشی در باغ خدایان به سر می‌بردند تا روزی که از میوه ممنوعه خوردند. در روایت آیک حاکمان هر دو تمدن لموریا و آتلانتیس تحت تاثیر موجودات غیر زمینی دست به تحولاتی میزنن که در نهایت به نابودی تمدنهاشون منجر میشه و در میان دسته ای از بومیان این سرزمین ها وقتی متوجه نفوذ نیروهای غیر زمینی در بین حاکمان خود میشن دست به مهاجرت دست جمعی میزنن و دسته دومی هم اندکی پیش از نابودی تمدنهاشون میتونن خودشون رو به سرزمین‌های همسایه برسونن و در نهایت با اقامت در بخش‌های از زمین که قبلاً مستعمره تمدن‌هاشون بود، زمینه‌ساز ایجاد تمدن‌های شناخته شده پیشرفته‌ای مثل تمدن‌های سومر، مصر، یونان و مایاها میشن. این نظر آیک شباهت زیادی داره با اونچه پیش از این از نظریات رابرت سپر مرور کردیم و اگه هنوز این سری رو ندیدین حتما لینکش رو در بخش توضیحات این ویدیو در یوتیوب پیدا کنید و ببینید، چون جزئیات بیشتری در اونها مطرح شده. دیوید آیک به نقل از این مرد نوشته که امپراتوری کهن اویغورها در محدوده بین مغولستان و چین امروز متعلق به کسانی بود که از نابودی تمدن لموریا نجات یافته بودند. در بخشی از محدوده جغرافیایی مورد بحث بیابان گوبی رو داریم و اگه اسمش به نظرتون آشناست، همون مکانیه که در ویدئوی مربوط به دیوها در آیین مانی به سراغش رفتیم تا درباره تومارهای چند هزار ساله‌ای صحبت کنیم که از زیر شنهای این بیابان پیدا شدن و حاوی مکتوباتی بکر درباره آیین مانی هستند. در طول چندین دهه محدوده این بیابان میزبان پژوهشگران متعدد چینی، آمریکایی، روسی، آلمانی و فرانسوی بوده و در بخشی از این فعالیت‌های اکتشافی مقبره‌هایی با اجساد مومیایی، شهرهای باستانی و حتی فسیل‌های ماقبل تاریخ پیدا شدند. از جمله یک گروه اکتشافی مربوط به موزه تاریخ طبیعی آمریکا اعلام کرد که در سال 1993 میلادی تونسته در مدت 3 ساعت در محدوده‌ای به بزرگی نزدیک به یک زمین بیسبال فسیل‌های بیش از 40 دایناسور رو پیدا کنه. البته تمام فعالیت‌های اکتشافی در محدوده این بیابان موفقیت‌آمیز نبوده. یکی از مثال‌های آیک در این باره بر اساس بخشی از نوشته‌های این عارف و فیلسوف معاصر که در اونها مدعی شده در دوره‌ای به عنوان یکی از اعضای گروهی ویژه در پی پیدا کردن شهری مخفی متعلق به امپراتوری اویغورها در زیر شن‌های صحرای گوبی بوده، ولی این تلاش‌ها بی‌نتیجه مونده. اون اضافه کرده که این مأموریت
بخشی از فعالیت‌هاش به عنوان یکی از اعضای دسته‌ای به اسم انجمن برادری خورشید ماه بود که در آسیای میانه فعالیت می‌کرد و بهش گفته شده بود که بنیانگذاران این انجمن در دوره کهن از مریخ اومدن. بعدها باستانشناسی روس به این اسم مقبره باستانی رو در این بیابان پیدا کرد و در گزارش‌ها اینطور اومده که در بین آثار باستانی که در این محل وجود داشت یک نقاشی قدیمی از یک شاه و شهبانو بود که برآورد میشه دست کم نزدیک به 18 هزار سال قدمت داشته باشه. البته که مثل همیشه دنبال سابقه این خبر هم رفتیم، ولی این صفحه آرشیوی مستندترین منبعی بود که میشد پیدا کرد و به نظر میرسه که مقبره مورد بحث در ابتدا به چنگیز خان ربط داده شده بود، ولی بعدها توضیح داده شده که قدمتش خیلی بیشتر از دوره چنگیز خانه. آکینتور نوشته که یکی از نشانهای پیدا شده در این مقبره به شکل دایره‌ای با یک صلیب در میانش بود که در مرکزش نمادی شبیه به حرف یونانی مو وجود داشت. مو اسم دومیه که برای سرزمین لموریا به کار میره. اون ادامه بحثش رو به نقل از این کتاب آورده که بر اساسش نژادی از فرازمینی ها به این اسم در سرزمین لموریا یا مو مدرسه سری رو به وجود آورده بودند و بعدها اون رو به مغولستان و محدودی بیابان گوبی در چین امروز و همینطور به تبت منتقل کردند. آیک به استناد روایت‌های از این دست محدودی جغرافیایی بین مغولستان، چین و تبت رو محل اقامت دسته ای از محافظان دانش کهن بشر میدونه و اونها رو به افسانه‌ها و اساطیر متعددی ربط میده که درباره شهرهای زیرزمینی و شبکه تونل‌هایی داریم که اونها رو به هم وصل میکنه. شهرهایی که کسانی با قدرت‌های فوق انسانی در اونها زندگی میکنند. بر اساس همین برداشت‌ها، آیک فعالیت‌های حکومت کنونی چین در محدوده جغرافیایی مورد بحث رو به این روایت‌های اساطیری ربط میده. از اشغال تبت تا برخوردهایی که با ساکنان باستانی و بومی این محدوده در چین میشه. کسانی که امروزه به اسم اویغور و مسلمان معرفی میشن، ولی نیاکانشون از پیروان اصلی مانی پیامبر ایرانی بودند و هنوز هم میشه نشانه هایی از فرهنگ و باورهای کهن ایرانی رو در بینشون دید. اما به نظر آگ نسب اصلی دست کم گروهی از اونها به مردمانی از تمدن افسانه لموریا میرسه. این مرد برای بسیاری از علاقمندان به امور ماورایی آشناست. اون کسیه که مدعی شده در سال 1925 در محدوده اهرام مصر تونسته لوح زمرد رو پیدا کنه. این همون لوح افسانه‌ای حاوی راز سنگ کیمیاست که به آتلانتیس ربط داده میشه و افسانه‌های زیادی درباره نویسنده و محافظانش در دسته که حتماً به سراغشون خواهیم رفت. اما در ویدئوی امروز به روایتی از دوریل میپردازیم که بر اساسش بعد از یکی از سخنرانی‌هاش در کالیفرنیا دو مرد با موهای بور و چشمای آبی به سراغش رفتن و دعوتش کردن تا از شهری زیرزمینی در زیر کوه شستا در شمال کالیفرنیا دیدن کنه. اون به این شهر میره و ظاهراً سفرهاش به شهرهای زیرزمینی متعدد ادامه پیدا میکنه، چون اینطور نوشته که در مرکزی که به نگهداری مکتوبات و آثار باستانی کهن اختصاص داشت، در جایی در زیر کوههای هیمالیا تاریخ واقعی سیاره زمین بهش نشون داده شده. از جمله اینکه گروهی با ویژگی‌های مشابه اونچه از فرازمینی‌های نوردیک داریم، یعنی موهای بور و چشم‌های روشن، در دوره‌ای در منطقه استوایی در محدودی بیابان گوبی امروزین تمدنی با فناوری بسیار پیشرفته رو شکل داده بودند. اونها با انرژی هسته‌ای آشنا بودند و از ماشین‌های پرنده‌شون هم در آثار باستانی هند به اسم ویمانا یاد شده. در مقابل این دسته نژادی خزنده مانند بود که میتونست به انسان تغییر شکل بده.
این موجودات که در اون زمان در منطقه‌ای با آب و هوای معتدل در نزدیکی قطب جنوب به سر می‌بردند، به طور مرتب نوردیکای ساکن بیابان گوبی امروز رو به چالش می‌کشیدند و دو طرف مدام در نبرد با هم بودند. آیک این روایت رو به بحث‌ها درباره حضور گروهی فرازمینی در قطب جنوب هم ربط میده و همینطور شایعات درباره ارتباط اونها با آلمان نازی. دوریل اینطور نوشته که در بخشی از بحث‌ها بهش نشون داده شده که به عنوان بخشی از نبرد برای در دست داشتن کنترل زمین چطور خزنده نماها با تغییر شکل به انسان تونستن در جامعه انسان‌های بومی زمین نفوذ کنند و حتی عهده‌دار اداره امور اونها بشن. ظاهراً واکنش نوردیکا این بود که در تلاش ناموفق برای متوقف کردن رپتیلیان ها از سلاحی با قدرت فوق‌العاده در قطب جنوب استفاده کنند. انفجار حاصل به حدی بود که کل زمین به لرزه می افته، محور چرخشش تغییر می کنه و حیات موجودات روی زمین با تغییرات شدید آب و هوایی به خطر می افته. اما شهرها و مستعمره های رپتیلیان ها در زیر زمین از این حمله در امان میمونه و نجات پیدا میکنن. برداشت آیک اینطوره که میشه نشانه های این نبرد باستانی رو در روایت های مربوط به اجرام آسمانی هم دید، به این صورت که خوشه پروین که مبدع فرازمینی های نوردیک خونده میشه و صورت فلکی شکارچی که به رپتیلیان ها نسبت داده میشه در نوشته های باستانی به طور نمادین به مرگ و نابودی در زمین ربط داده میشن. در روایت دوریل بعد از این حادثه نوردیک ها هم بیشتر تمدن خودشون رو به زیر زمین منتقل می کنن و نبرد بین این دو دسته همچنان ادامه پیدا می کنه، هرچند به نظر می رسه هر از وقت با هم متحد شدن و حتی نژادی دورگه ازشون به وجود اومده. آیک به سراغ این کتاب هم رفته و روایت مربوط به یک راهب تبتی که متوجه میشه اتحادی بین رپتیلیان ها و جادوگران سیاه در بین انسان ها با فرستادن انرژی های نحس به ذهن انسان ها باعث بحران و نابودی جوامع در روی زمین شدند. اون در نهایت به همراه 400 راهب جنگجو به غارهایی میره تا با این فرقه اژدرمار متشکل از انسانها و رپتیلیان ها مبارزه کنه. روایتی مشابه اونچه پیش از این از اساطیر و افسانه های مربوط به نبرد با اژدرمار یا اژدها داشتیم و البته یکی از مهمترین اونها روایتی به این اسم که این مرد در اوایل قرن 20 ترجمه کرد. البته اون در زمان این ترجمه چیزی از ماجرای فرازمینی های رپتیلیان و نوردیک نمیدونست، ولی به نظر آیک ترجمه که از نبرد باستانی بر سر قدرت در زمین ارائه کرده زاویه دید بهتری از این وضعیت به دست میده، به ویژه درباره تشریفات مذهبی ایلومیناتی وابسته به رپتیلیان ها و مناسک اونها در عبادت ایزد بانوی بزرگ. حتما اگه با این متن آشنایی دارین نظرتون رو دربارش در کامنت ها برامون بنویسین و اگه مثل ما تازه دارین باش آشنا میشین به همراهیتون ادامه بدین، چون سعی داریم در این باره اطلاعات بیشتری پیدا کنیم و باهاتون در میون بذاریم. مثل همیشه هم اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین لایک و کامنت یادتون.